سولې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره شپه اعلان وکړ چې خپل ځواکونه به د مې له لومړۍ نیټې څخه پیل او د سپتمبر په یولسمه نیټه به په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووځي. دغه وتلو ډول ډول غبرګونونه په کور دننه راپارولی دي. ډېرې په دې باور دي چې ګویا بهرني سرتېري که له افغانستان ووځي، افغانستان به یو ځل بیا د کورنۍ جګړې ښکار کېږي. ښځې هم د دې تر څنګ دغو تحولاتو ته اندېښمن دي او بیا تر څنګ یې وایي چې دوی به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي او نه پرېږدي چې د شل کلونو لاسته راوړنې اپس لر شي. دا چې دغه وتل څومره مسؤولانه کېدلی شي او که چېرې وضعیت خرابېږي، آیا بیا هم د دې امکان شته دی چې په دغو وتلو باندې تجدید نظر وشي؟ هغه مسایل دي چې پرې باندې بحث لرو. لومړی په دې سر کې چمتو شوی ریپورټ ګورو، وروسته بیا بحث ته دوام ورکوو. کومه خونه چې شل کاله مخکې پکې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش په افغانستان کې د القاعده خلاف د جګړې او پوځي عزل امر ورکړ، خو له همدې خونې اوس جو بایډن د ځواکونو د بېرته وتو امر کوي. هغه په رسمي توګه اعلان کوي چې واشنگټن خپلو موخو ته چې د القاعده ماتول دي رسېدلی او اوس د دې وخت دی چې ځواکونه یې بېرته کور ته وګرځي. دا هغه وخت دی چې د امریکا اوږده جګړه پای ته رسیږي. دا هغه وخت دی چې امریکایي ځواکونه خپل کور ته راګرځي. موږ به د ځواکونو د وتو بهیر د مې له لومړۍ نیټې پیل کړو. د نوموړي په وینا د ځواکونو د وتو بهیر به په بیړه ونه شي، بلکې مسؤولانه به وي او نه غواړي چې پنځم ولسمشر ته دا اوږده جګړه پرېږدي. موږ نشو کولی له طالبانو سره بیا جګړه وکړو، که څه هم وینو چې هغوی لا هم یو ګواښ دی. هغوی له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري، خو نوموړي ټینګار کړی چې امریکا به د افغانستان له خلکو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي او په وینا یې د افغان امنیتي ځواکونو او سولې بهیر ملاتړ کیږي. هغه وایي چې د افغانستان په مسأله کې به پوځي مداخله ونه شي، خو ډیپلوماتیک او بشردوستانه فعالیت دوام کوي. په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته پای ورکوو، خو ډیپلوماتیک حضور، مالي مرستې او له افغان حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ مو دوام کوي. د دې اعلان وروسته بایډن د امریکایي ځواکونو ادیرې ته ورغی او هغو سرتېرو ته یې درناوی وکړ چې د افغانستان په جګړه کې له منځه تللي دي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکایي ځواکونو په وتو سره به افغانستان دړې وړې نه شي وویل، تر کومه بریده چې زما په یاد دی موږ د عراق د خلکو د یووالي لپاره هلته نه وو تللي. وبخښئ، مقصد مې افغانستان دی. اصلا هغه هیواد هېڅکله متحد نه و. هېڅکله د امریکا متحدو ایالاتونو په 2001 کال کې د نیویارک په ښار کې له ترګریزو بریدونو وروسته په افغانستان یرغل وکړ. د دې برید مسؤلیت داعش واخیست. وروسته ناټو ځواکونه او د امریکا نور متحدین هم افغانستان ته راغلل. امریکا په 2001 کال کې پاکستان کې د القاعده شبکې مشر وواژه، خو په 2020 کال کې امریکا له طالبانو سره د سولې اوکړه لیک لاسلیک کړ. ریپورت مو ولید پر همدې موضوعاتو باندې بحث لرو. را سره میلمانه دي له ایران څخه د پانتون استاد حمید عزیزی، له استرالیا څخه د ښځو د رول او مشرتابه د پیاوړتیا ټولنې رئیسه ریتا انوری، او همدارنګه له ترکیې څخه پوځي او سیاسي شانونکی جنرال ناصر مردانیار. دوی ته سلام او ښه راغلاست وایم. بس مله اغلی حمید عزیزی صاحب څخه پیل کړو. عزیزی سلام، به بس خوش آمدید. تشکر، سلامت باشین. آقای عزیزی، آیا امریکا آنچه که واقعا هدف داشت در افغانستان با آن رسیدن که حالا خارج میشن از افغانستان؟ در بیان هدف و در بیان آنچه که تحت عنوان اهداف امریکا در ایالات متحده، اهداف ایالات متحده امریکا در افغانستان به ظاهر در رسانه‌ها اعلان شد، اهداف اصلی ایالات متحده نبوده. اونها در صدد تغییرات ایدئولوژیک در منطقه بودند که بتوانند از طریق از او حضور دوامدار مستقیم و غیر مستقیم خود برای رقابت با رقیبایشان تأمین بکنند. اندیشه فکر ساختار سیاسی اجتماعی فرهنگی را که در افغانستان امریکایی ها ساختن، من فکر میکنم برایشان یک موفقیت بود. دوران استعمار مستقیم به حضور مستقیم کشورها در یک جای دیگری تحت عنوان اشغال پایان رسیده و این اعتقاد هم وجود داره که ایالات متحده امریکا نیامده بود که باقی بماند. پس قاعدتاً برای باقی ماندن ایالات متحده امریکا به افغانستان نیامده بود و خودشان میفهمید که یک روزی میرن. اما زیربناها تحت عنوان عبارت اهدافی که منافع ملیشان در تامین میشد و دانستن تامین بکنن، این مسیر دانستن یک هم مشارکت با روسیه تعریف بکنن. این روز میبینین بین ایالات متحده امریکا دیگر رقابت ها از بین رفته، رقابت جدیدی بین امریکا و چین مطرح شده و شرایط تغییر کرده. پس در بحث اهداف بزرگی که ایالات متحده امریکا داشته، در منطقه اهدافش تامین شده و در افغانستان اهدافش تامین شده. اما اینکه امروز
به ظاهر مطلبی که بحث بگیم که فقط اشغال افغانستان مطرح بوده باشه و آمریکایی‌ها بعد از 20 سال میرن و شکست خوردن، من زیاد باور به این ندارم. در قسمت از اینکه آمریکایی‌ها اینجا تلفات دادن، در قسمت از اینکه آمریکایی‌ها اینجا با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شدن، در قسمت از اینکه نتونستن به نوعی تمام صداهایی را که اونها تحت عنوان تروریسم خطاب می‌کردن سرکوب بکنن، در این قسمتش ناکام بودن. بله، اما در یعنی آقای عزیزی در کل دستاوردشان از امریکا و متحدینشان از شروع آغاز ماموریتشان از سال 2001 الی ختم ماموریتشان 2021، در این مدت دستاوردشان چی بوده؟ ایالات متحده امریکا با حضور خود در افغانستان اهداف بسیار مختلفی را مخصوصا در سطح بین الملل دنبال میکرد که به او اهداف دست پیدا کرده، من جمله بحث ایجاد روابط عمیق‌تر و دوستی‌های استراتژیک با کشورهای منطقه، من جمله بحث اقتصاد ایالات متحده امریکا که به شدت وابسته به پخش کردن دلار در بازار جهانی و نگاه کردن دلار به عنوان به عبارتی اسعاری که مورد معامله در جهان باشه و از طریق بازار افغانستان پخش کردن دلار در بازار جهانی رو اونها انجام دادن و به اقتصاد ایالات متحده آمریکا یک فایده بسیار بزرگی رو اونها رساندن. در کل و در مجموع اگر بخوایم بسنجیم، ایالات متحده آمریکا در عملکرد 20 سالی خود در سطح جهان موفق، اما در داخل افغانستان به صورت نسبی موفق و ناموفق را میتونیم که تعریف بکنیم. یعنی دلیل نسبی موفق بودنشان چی بوده میتونه؟ به لحاظ اقتصادی ایالات متحده آمریکا از جنگ افغانستان منفعت بسیار بالایی برد، به لحاظ سیاسی همکاری و مشارکت کشورهای مختلفی که رقیبایش بود و دست آوردن، من جمله حتی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان دشمن و رقیب از اینها مطرح بود، از 2001 تا به امروز تا 2021 اونا تونستن همکاری ایران هم داشته باشن در بحث سرنگون کردن طالبها، در بحث استفاده از حریم هوایی ایران و مسائل مختلف دیگر. با روس‌ها بسیار نزدیک شدن، روابطشان آرام آرام بهتر شد و امروز می‌بینیم که رقابت با روس‌ها بر از اونها با کمترین حد رسیده و به نوعی با رقیب جدید خود دارن رقابت می‌کنن که در افغانستان تقریبا جایگاه چندانی نداره، چین منظورم هست، و از طرف دیگر توانستن که همون جایگاه ابرقدرتی و کلانی خودم در سطح جهان نگاه بکنن، معادلات منطقه را کنترل کردن، نگذاشتن بلوکی در این منطقه شکل بگیره که بر علیه منافع ایالات متحده آمریکا عمل بکنه، و در بحث فرهنگی هم اگر نگاه بکنیم، امروز ایده و فکری که در داخل افغانستان در یک بخشی از جامعه افغانستان حاکم هست، دیگه به نوعی حکومت‌های بنیادگرا مثل طالب یا مثل حکومت‌های سال 71 تا 75-76 را دیگه کسی نمیپذیره و این مورد علاقه آمریکا بود. پس در بحث فرهنگی که ایدئولوژیک بود هم ایالات متحده آمریکا دستاورد داشته، در بحث اقتصادی و در بحث سیاسی و در بحث اجماع منطقه‌ای که به منظور تأمین منافع خودش و جلوگیری از شکلگیری یک اجماع منطقه‌ای بر علیه ایالات متحده آمریکا تونسته که بسیار زیاد موفق باشه. خب طولانی‌ترین جنگ آمریکا در افغانستان چی؟ پایان خواهد یا با بیرون شدن عساکرشان از افغانستان؟ من فکر میکنم میدان جنگ، ادامه جنگ در افغانستان در حال حاضر با معادلات و شرایطی که امروز در ماه حمل سال 13 سال 1400 وجود دارد، دیگه منفعت آمریکا را در افغانستان تامین نمیکنه. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا در صدد تغییر عبارتی بازی ها هست. ممکن است این تغییر بازی نتیجهش آوردن صلح امنیت در افغانستان باشه، ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی که ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان تضمین کرد، یکی از موفقیت‌های آمریکا بود و فکر می‌کنم در نتیجه از صلح در افغانستان میاد. اما این که رقابت‌های جدید یا به عبارتی کنش‌های رقیبانی که در این منطقه وجود داره اگر تغییر بکنه یا اگر هر کدام از این کشورها منافع جدیدی رو برای خود تعریف بکنن، ممکن است فضا دچار یک تحولات یا تشنجات شود. اما در حال حاضر منفعت ایالات متحده آمریکا در این جنگ در افغانستان پایان پیدا کنه. دو دلیل عمده را میتونم در این مورد به صورت خلاصه عرض بکنم. اول بحران کرونا و همچنین اتفاقاتی که در داخل ایالات متحده آمریکا افتاده، عملاً به ایالات متحده آمریکا این شرایط ایجاد کرده که اونها دیگه نمیتونن خزینه‌های به عبارتی مادی و غیر مادی جنگ در افغانستان را بپذیرند. دوم، ایالات متحده آمریکا از طریق توجه و تمرکز بیشتر خود بر عامل داخلی تلاش داره که هزینه های خود در خارج از کشور کم بکنه. شما دیدین که بودجه دفاعی سال جاری ایالات متحده آمریکا به شدت بهش کاهش آمد و اونها تلاش کردند که بیشتر منابع مالی خود یا مالیات دهنده های خود با مسائل داخلی خود متمرکز بکنن. و دیگه ای که فعلا اینا در افغانستان احساس رقابت با کدام قدرتی را ندارن. روس‌ها هم با اونا همراه هستن در مسئله افغانستان، ایرانی‌ها هم با اونا مشکل ندارن، پاکستانی‌ها که از اول بر طبق معادلات آمریکا بازی می‌کردن، اتحادیه اروپا در مجموع و انگلیس می‌بینین که اصلاً حرفی نمی‌زنن، یعنی به این معناست که با ایالات متحده آمریکا همراه، هم مسیر، هم پیمان، هم فکر و هم هدف هستن. پس بنابراین من فکر می‌کنم در مجموع با این جایگاه و موقعی که ایالات متحده آمریکا داره و منافعش ایجاب می‌کنه و همچنین اتفاقات داخلی که به لحاظ اقتصادی و به لحاظ مسائل دیگه کرونا و قضاای دیگه ایجاد کرده، با
پایان یافتن جنگ در افغانستان منفعت ایالات متحده آمریکا است. اگر ایالات متحده آمریکا غیر مسئولانه از افغانستان خارج شود، به معنای شکست و فروپاشی از کشور خواهد بود. پس ایالات متحده آمریکا حالا که لازم دارد که هزینه‌های خود را کم بکند، توجه به مسئله داخلی خود را بیشتر بکنه، تلاش میکنه با خوشنامی از افغانستان خارج شود. به این معنا که آقای عزیزی یک مسئله را که بیشتر تاکید داشتن درباره مفاهیم مسئولانه داشتن، یعنی قبل از خروج اساکر در عرصه تلاش صلح توافق بین طرفین درگیر جنگ بودن، این مسئله چی تاثیرات بالای پروسه صلح خواهد داشت؟ ببینید، بحث خروج مسئولانه فقط این نیست ایالات متحده آمریکا در زمان مناسب از افغانستان خارج شود، بلکه خروج مسئولانه ای است که اونها آمدن یک حکومت مقتدر را هرچند در زمان جنگ در افغانستان سرنگون کردند و تعریف کردند که یک نظام جدید با سیستم جدید با رویکرد جدید در افغانستان ایجاد میکنند. اونها تا به سر رسیدن و تا به نتیجه رسیدن و عبور از این نظام جدید از چالش ها باید اینجا ضمانت اجرایی و ضمانت پشتیبانی کافی را به مردم افغانستان بدن که اونها از پروسه حمایت خواهد کرد. شما میفهمید که ما هنوز چالش های بسیار زیادی در بحث تفرق و پراکندگی، در بحث اختلافات قومی، در بحث اختلافات احزاب، قدرت خواهی، زیاده خواهی، به عبارتی تلاش کشورهای منطقه برای افزایش سهمشان در افغانستان را هنوز ما را با چالش های بسیار جدی مواجه میکنند. ایالات متحده آمریکا قدرتش باعث شده در طی حداقل 20 سال گذشته که این نظام اصلا فرو نپاشد. فکر کنید قضایا و اتفاقاتی که در انتخابات ریاست جمهوری 2014 و 2019 افتاد. اگر حضور ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان نبود، آیا ما به سمت یک جنگ داخلی نمی‌رفتیم؟ چه فرقی بین 2014، 2019 و به عبارت سال 1371 در افغانستان میتونست وجود داشته باشد؟ خروج مسئولانه ایالات متحده آمریکا است که اول اینکه اونها باید خروج خود طوری برنامه‌ریزی بکنند که خروج از اونها منجر به یک وضعیت بهتر در افغانستان شود، نه اینکه صرفاً از افغانستان خارج شود. دوم، خروج ایالات متحده آمریکا باید تأمین کننده منافع افغانستان باشد. سوم، ایالات متحده آمریکا حتی اگر از افغانستان خارج میشه، همچنان در قضاای افغانستان دخیل و به عبارتی در معادلات افغانستان مسئولانه برخورد بکنند، نه اینکه مثل اتحاد جماهیر. تشکر آقای عزیزی، دوباره با شما برمیگردیم. سلامت باشین. حالا هم بس از خانم انوری آغاز میکنیم. خانم انوری سلام، با بس خوش آمدید. نظر شما درباره بیرون شدن اساکر خارجی از افغانستان، آیا منطقه در مورد خروج نیروها هم نوا اند؟ سلام به شما و سلام به میمانایی که فعلا همراه ما هستن و سلام به دوستایی که فعلا از طریق آریانا نیوز مشاهده میکنن. قسمی که به حساب دیشب ما پرس کنفرانس جو بایدن شنیدیم، اگر به حساب ما دقیق بشنویم شد، اونا گفتن که ما اساکر خودم تا تاریخ سپتامبر ما از افغانستان خروج میکنیم. اما مانایش ایست که اونا گفتن ما کسای نظامی های خارج میکنیم، اما سپورت ما به مردم افغانستان و به دولت افغانستان است که به حساب زیادتر از 150 دیپلمات خوده که ادوایزری تیم است به افغانستان روان میکنند، اسکان آف اکسچینج میشن شن. اما وقتی که مملکت های چهار طرف ما هستن، اونا تشویششان زیادتر شد به خاطر از اینکه ما در ظرف چهار سال اگه ببینین اساکر نظامی امریکایی یا استرالیایی یا ناتو در جنگ ها داخل نبودن، مستقیمن اساکر خود افغانستان مستقیمن داخل بودن و حتی که ترینینگ هایی که در داخل استرالیا می شدن و در خودم بساب بعض ترینینگ هاشو می دیدم که اونا ادو ترین نمی کردن که اساکر باید همراه طالب یا همراه دشمن چقدر مبارزه کنن. از ترینینگ هاشو اسمی بودم که همراه مردم و همراه نظامی افغانستان چقدر بساب ام نظر باشن و سیستم دیپلماسی خود چینج کنن. اینا در این قسمتی که اساکر که از افغانستان خارج میشن یا شروع به خارج شدنش هستد، به فکر و ذهنیت مردم افغانستان یک تشویش بزرگ است. اما این فکر نکردن که در ظرف چهار سال چند تا عسکر امریکایی در افغانستان کشته شده یا چقدر فیصدیش دایرکتلی در جنگ بساب بودن. این ساکر خود ما بودن. اینال تنها
مملکت هایی که چهار طرف ماستن اینا میخواین ادوانتیج از ایره بگیرن که بر ما به تاب دا آینده چطور بتانیم که یک جایگاه در افغانستان داشته باشیم. اما ایره به تاب درست دقیق اگر به تاب گوش کنیم یا به سیستم پالیسیش ببینیم، اونا گفتن ما دیپلماتیک خود زیاد میکنیم، اساکر خود پس میکنیم. تشویش بر ما مردم افغانستان و دولت افغانستان و مردم افغانستان بزی باشن که وزارت های ما، دولت ما بعد از این با کنترل امریکا پیش میرن. این تا بال کس متوجه دقیق نشدن. خب خانم انوری، وضعیت بر زنان چقدر تغییر خواهد کرد؟ این مثلا من درست 100% نمیتونم برتان با چیز بگویم، اما در کنفرانسی که دیشب در پرس کنفرانسی که در جای بایدن گفته، گفت ما در افغانستان که بساب اساکر خود روان کردیم در 2001 دلیلشی بود که ما القاعده یا بساب بن لادن از بین ببریم. ما بساب سکسسفولی از بین بردیم شو و بساب کوشش ما یا بساب سپورت ما بر مردم افغانستان است، خصوصا دخترا و خانما. یعنی بساب اگر دقیق بشنویم خصوصا به خانما و دخترا، و ما بساب فوکس ما است، ما بساب کوشش میکنیم که کنترل داشته باشیم و در افغانستان ما هیچ وقت بساب کمک های خود استاد نمی کنیم. حتی ناتو هم میگه بزنن، امریکا هم میگه بزنن، همه تنها بکن اساکر خود هم میرن. این ناله که چقدر بساب با وقت تبین میشن، این جواب این مثلا سوال دیگه است. و اگر ما بساب 20 سال پیش فکر کنیم یا زیادتر از 20 سال پیش فکر کنیم که وقتی که اساکر شوروی برامدن، درست است اونا بیباکانه برامدن و این پلانشان بوده که افغانستان با یک تغییرات دیگه که بساب بین خودشان بساب یک شورش شوند تا بتانن که از یک جای دیگه سپورت بگیرن که اون بساب امریکا بودن. خب خانم انوری، با تصویری که از طالبان دارید، با حضورشان بار دیگر در صحنه قدرت یا هم جامعه افغانستان، چقدر بر زنان در کل نگران کننده است؟ یعنی آزادی هایشان محدود نخواهد شد؟ بدبختانه که بساب ایره بسیار نگرانی نه تنها زنهای افغانستان که خارج از افغانستان است، که بساب به نام افغانی از میشن زیادتر هستند، به خاطر که طالبان اصلا قطعا چینج نشدن، ایدیارشان اگزکلی سیم هستن. و همچنان من خودم شخصی همراه آقای مجاهد وقتی یک پنل بودم در انترنشنال تی وی افغانستان، اونا گفتن ما فعلا سوال خودم از اونا بود که جایگاه ما سنا در افغانستان در کانستیتیوشن شما چیست؟ اونا بر ما به شخصی بر خود من گفت که ما فعلا در جای کانستیتیوشن خود چیز نشته نداریم. من این سوال از پیشان کردم که آیا 6 ماه بعد، 5 ماه بعد، چقدر وقت بعد بر ما وقت میدهید که در بساب یک جایگاه خرد داشته باشیم؟ کدام جواب خاص نداشت. این جواب بساب واضح است که اونا تا بال کدام دیدگاه بر خانما ندارن، انا بساب اکسپتیشن بر خانما تا بال ندارن. یک تشویش بزرگ است که در نه تنها به زنهای افغانستان، بلکه زنهایی که در کل چهار طرف جهان است به نام زن افغان یاد میشن. اما یک مسئله خانم انوری، که طالبان همه چیز در چوکات اسلامی و قانون و دیدگاه اسلامی میخوان، مگر حالا خلاف این مهم عمل صورت میگیره به نظر شما؟ اگر بسیار ما قانون اساسی خود را بسیار ببینیم یا بسیار مرور کنیم، شد در خانما و بسیار حق حقوقشان به سیستم اسلامی کستد. ما زنهای افغانستان بسیار سیستم در پرده تلویزیون است و در خاطر سمشان در بساب چادر اسلامیشان در بساب سرشان است و لباس پوشیده به جانشان است. اما که بساب میخواین یک فریدم، یک دموکراسی داشته باشند، اما اینه که وقتی که حکومت طالبان فکر میکنند که بساب از چارچوب اسلام دور است، که ما فکر اینه بکنند که فعلا در سعود عربی، فعلا در لبنان، فعلا بساب ترکیه و جای مملکت که بساب زیادتر اسلام، بساب حکومت اسلامی گفته میشن، چقدر خانم‌ها به سیستم مدرن اسلامی میشن. اما این مفکر باید دوباره باید فکر کنن که سوالم فعلا آل 400 سال پیش نیست. خانم‌ها قسمی که تکنولوژی فرق کردن، چه قسمی که مردم به پیشرفت کرده، خانم‌ها همچنان پیشرفت کرده. این بساب نیست که باید ما خانم باید تنها رویش باید معلوم شده و بساب از این کدام بساب دستاور نداشته باشن. نه، خانمای افغانستان فعلا به سیستم اسلامی زندگی میکنن، چادرشان به سرشان است و این یک بساب چون به نام اسلام اینا استفاده میکنن،
که یک قدرت به دست بگیرند یک تشویش ماست. تشکر خانم انوری، سلامت باشین. دوباره به شما برمیگردیم. آقای مردانیان سلام، شما هم با بس خوش آمدید. نظر شما در یرسه، آیا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان طولانی‌ترین جنگ آمریکا در افغانستان پایان خواهد یا نه آغازگر فصل دشوار دیگری برای مردم افغانستان باشد؟ سلام خدمت شما، خدمت دوستای عزیز، تشکر میکنم که بر ما وقت دادین. مطالب بسیار خوبی را عزیز سب در اینجا اشاره کردن، واقعا مطالب بسیار مثبت بود. امریکا به خاطر دو هدف در افغانستان آمد و دو شعار مشخص داشت در اوائلی که وقت داخل افغانستان شد. شعار اولش مبارزه با تروریسم بود و شعار دومش به خاطر تحقق دموکراسی در افغانستان بود، که در هر دو شعار و در هر دو هدف امریکا ناکام مانده. اینجا کشوری که 70% مردمش بی سواد است، اونا اصلا واژه و معنی دموکراسی را نمیفهمند، 30% که معنی واژه دموکراسی را میفهمند در اقلیت قرار دارند، نمیتونن اکثریت تابع خود بسازند. در اینجا اکثرا از طریق روحانیون فیصله ها صورت میگیره، چیزی که اونا فتوا میتن مردم بوره قبول میکنن. موضوع دومی که موضوع تروریسم بود، با واسطه که اینا نتونستن که امنیت در افغانستان بیارن و لانه های تروریسم اینا ترویج کردن در داخل افغانستان، یا آگاهانه بود یا ناخودآگاه بود. ما شما دیدیم که اگر قبل بن لادن و القاعده که گروه هایش بود در افغانستان فعالیت داشتن، جمع طالبا، حالا ما شما میبینیم گروه النصر است و کی هست و داعش در اینجا پیدا شده، چندین گروه دیگه که در افغانستان مستقر هستن، که ایغوری های چین است، جمعه نمنگانی تاجیکستان افرادش است در اینجا، تایری ولداج است در اینجا. بر چیدن لانه های از اینا کار ساده نیست و این سعی تلاش بسیار زیاد در اینجا کار داره و استقامت قوی در اینجا میخواهم، که با خروج امریکایی ما باید این متانت را داشته باشیم که در مقابل از این لانه ها و در مقابل از این تحرکات باید ما مبارزه بکنیم، که در هر دو هر سه امریکا در اینجا ناکام بود. امریکا میبره، ولی امریکا در طول چند سال است که حضور فیزیکی خود در میدان های جنگ ندارن، حضور نظارتی در اینجا دارن، به عنوان مشاور میگن ما مشوره میدیم. ولی من فکر میکنم که مردم افغانستان، افسرهای کدری که فعلا در رأس وزارت در رأس نه در صفوف وزارت دفاع و در صفوف وزارت داخله و امنیت هستند، کادرهای ورزیدی هستند که تجاربشان به مراتب بالاتر از تجارب نظامی های امریکا در میدان جنگ در افغانستان هستند، که هم از لحاظ تئوری هم از لحاظ پرکتیک اینا میتونن که جنگ در کنترل خود داشته باشند، در صورتی که درست تجهیز شوند، درست اینا اکمال شوند. ولی امریکا یک گپ دیگر هم زد. شما میبینیم که همیشه تاریخ ها رو اینا به تعویق مندازن، یک ماه را به سه ماه، سه ماه را به شش ماه، شش ماه را به یک سال به تعویق مندازن، که ما میبراییم. ما امیدوار هستیم که در سپتامبر هم اینا برن. ولی یک مسئله دیگر هم در اینجا ذکر کردن که ما کمک های مادی و معنوی خود را به افغانستان میکنیم و پشتیبانی خود از افغانستان میکنیم، هیچ وقتی پشتیبانی ها و کمک ها هیچ وقت قطع نمیشه. و یک مسئله دیگه که چند وقت پیش اگر شما باید داشته باشید، اینا تذکر دادن که استخبارات ما به صورت کلی و قوی در افغانستان باقی میمانه، که باز هم حضور خارجی در اینجا هست، که این هم یک بهانه، یک دستاویز برای گروپ های متخاصم یا گروپ های مخالف میگین، یا به قول ما نظامی ها دشمن میگین، یک دستاویز برای ما پیدا میشه که ما گفتیم تمام خارجی هایی که دخیل در قضیه های جنگی افغانستان هستند باید براین. و این هم یک دستاویز که فکر نمیکنم که در اینجا باز مسئله سلط تحقق بیافه. خب آقای مردانیان، یعنی واقعا یا به صورت کامل نمیخواین از افغانستان بینوشن، صرف حالا فشار است بالای حکومت که با طالبان تمکین کنن؟ نه، به صورت کامل اینا نمیبرن. قبلا هم مثلا اینا تذکر دادن، اگر شما در میدان هوایی بگرام رفته باشین، تحکیمات از اینا رو ما شما سعی کنیم، موازی از اینا رو سعی کنیم، حتی اینا سرک دارن از داخل میدان تا خود سفارت. در اینجا بسیار زیاد کار کردن، شبکه استخباراتی از اینا در اینجا قوی است و استخبارات از اینا در اینجا باقی میمانه، استخبارات از اینا در اینجا باقی میمانه. سفارتش که وسطش برابر 10 سفارت در کشوری دیگه است در اونجا، که تمام کارمندای کنسولی نیست، در بخش استخباراتی کار میکنن. ولی اینا هدف دیگه که اینا روی بعدن. خب آقای مردانیان، یعنی با موجودیت دیپلماتایشان نگران
نگران جنگ داخلی نیستین؟ یعنی تجارب گذشته نشان داده بعد از خروج 11 سپتامبر، یعنی زمانی که تجارب گذشته قشون سرخ شوروی زمانی که از افغانستان برآمدن، افغانستان دچار جنگ داخلی شد. شما چه فکر میکنین؟ کار جنگ داخلی داخل افغانستان نیست. یک تنظیم در مقابل تنظیم دیگه می جنگه، یک مذهب در مقابل مذهب دیگه می جنگه، یک زبان در مقابل زبان دیگه می جنگه. شما در کشور خود جنگ داخلی دارید، اما ازی بیشتر نخواهد شد. اینه که حضورشان بر روی جاده ها باشن، با او پیمانه اینه که حضورشان در سرکا و کوچه و شارع باشه و خانه ما و خود تو را بمبارد بکنن، با راکت آرپیجی بزنن. ولی اگر امریکا به قول خود صادق باشه که قوای نظامی ما را به صورت درستش تجهیز بکنن، ما قدرت کنترل وضعیت وخیم در داخل افغانستان، یعنی تا به حال چقدر صادق بودن در این عرصه آقای مردانیار، چقدر در بخش حمایت قوای نیروهای افغان؟ خب این ماشین ها بسیار ساده عزیز سیبان مبشوره عزیز ما در اینجا تشریف دارن. امی پروتوکول یا مایده استراتیجی کرده که بر افغانستان اینا امضا کردن که ما در آمدار یه پایگاه ما می باشیم، ما در اینجا حضور می داشته باشیم. امی فیصله جرگه سوله که بود دو سال سه سال پیش، شما ببینین که باز در اینجا یک تغییر صورت گرفت. نو پیمان استراتژیک با مو قوت خود باقی ماند، نو امضاها مدار اعتبار بود، نو فیصله ها را کس تطبیق کرد. اونا بالاخره می برای، یعنی در کل یک پارتنر خوبه برای افغانستان بوده تا به حاله؟ من فکر نمی کنم که بوده باشه. اگر می بود ما به این وضعیت قرار نمی گرفتیم. اگر می بود امروز ما شما سعی کنیم زیربناهای ما از بین رفته، امروز ما سعی کنیم سرکای ترانزیت ما برای مسافرین حتی بند است. حتی ما اگر خواسته باشیم با این قیافه‌های خود به طرف قرا و قصبات حرکت بکنیم، رفته نمیتونیم. امنیت تامین نیست، امنیت جانی مردم در خطر است، مسائل تعلیم تربیت در خطر است. این ما شما میبینیم این مسائل پروسه سولی که ما به خاطر این پروسه آمدیم در ترکیه امروز نشستیم که اینا حضور خود به تعویق انداختن. در اینجا ببینیم از هویت خانم ها، از قدرت خانم ها و نقش خانم ها تا حال را هیچ یکی از این گروه ها در اینجا صحبت نکردند، در اینجا هیچ تذکر ندادند که اینا اصلا جایگاه اصلی از اینا در کجا قرار میگیرند. اگر فوزی کوفی و چند خانم دیگه هم که در اینجا آوردن، اونا به اساس اونمو روابط و ضوابط آمدن در این دینی اجلاس ها شرکت میکنن، ولی هیچ کسی یک صدای واقعی از این ملت در اینجا بلند نکردن. و این گپ شما هم درست است که جنگ داخلی امروز ما شما میبینیم که یک تعداد من پشتیبانی از رئیس جمهور اعلان میکنن، یک تعداد پشتیبانی از دکتر عبدالله اعلان میکنن و طول گروه های دیگه نیستن بجز از گلبدین حکمتیار که پشتیبانی و توافق خود با طالب اعلان بکنن. تشکر آقای مندلیار، سلامت باشین، دوباره با شما برمیگردیم. قدر من الدون که یوالنده دمالا رو بیهم لمکسر اوسیم. فرمان دوام تا بیا هم خراغ لست ورزو بیا هم بس لخاغلی عزیزی سبتب خواه پیلو. آقای عزیزی، برخی نگرانن که گویا با بیرون شدن نیروهای خارجی که بیشترشان بخش نظامیان هستند، یعنی ما با طالبان با استفاده از گزینه جنگ دوباره در تلاش قدرتشان و افغانستان را با بیراها برکشانند، چقدر موافق هستید؟ بسیار تشکر. ما میخواییم که دو مورد را به صورت مشخص و مجزا عرض بکنم خدمت شما. شخصا خود من نگرانی از طالب در بحث جنگ ندارم، به دلیل اینکه طالب امروز به یک قدرتی تبدیل شده که تلاش میکنه بیشتر، حالا جدای از اینکه از ابزار جنگ در مقابل دولت استفاده میکنه، گروه ها و احزاب و جناهای مختلف را از طریق دیپلماسی به کنار خود بکشانه. اونها تجربه بسیار زیادی حداقل در این نزدیک 27 8 سال در بحث دیپلماسی به دست آوردن و دیدن که دیپلماسیشان اونها رو به جای رساند که به عبارت جهان را به تمکین وادار کردن. اونها تجربه بسیار بالایی به دست آوردن. من فکر میکنم در مقابله با سیاسیون گروه های مختلف اقوام و مذاهب از مستگیری هایشان هم شما شنیدیم بارها که اونها در تلاش از این خواهد بودن که همه گیره در قدرت به نوعی شریک بسازن تا بتونن خودشان بی دغدغه در قدرت حضور داشته باشن. نگرانی ما از بحث جنگ در افغانستان بیشتر توسط گروه های نیابتی کشورهای مختلفی هست که ممکن است تحت این عنوانی که طالب ممکن است زیاده خواهی بکنه، مثل که آقای اشرف غنی را همیشه متهم میکنن به اینکه
نمیفهم فاشیست است و متمرکز گرا است و نمیفهم همه قدرت هم میخواد انحصار بکنه و انحصارگر است و ما به خاطر خود میجنگیم، به خاطر حق قوم خود، به خاطر حق مردم خود، به خاطر حق منطقه خود این حرفا میجنگیم. من بیشتر نگران اون گروه ها هستم که دوباره با 1371 برن و اینجا جزیره های خود بسازن و باز دوباره کابل و شهرهای مختلف و ایده های مختلف حکومت های ملک و طوایفی تبدیل شوند. اما برمیگردم به یک مسئله دیگه که در قسمت قبلی اشاره کردیم، در مورد موفقیت ها و شکست های ایالات متحده آمریکا صحبت کردیم که آمریکا چقدر موفق بود چقدر شکست بود. من عرض کردم خوش کجا بود شکست هاش کجا بود، اما یک عامل سوم یا بخش سوم هم باید تعریف کنیم تحت عنوان خیانت های متحده آمریکا. نمیخوایم بدبین شم، نمیخوایم شعارانه صحبت بکنم. این خیانت های ایالات متحده آمریکا در چه قالبی تعریف میشه؟ در اون قالبی که اونها اهدافشان در حقیقت چیز دیگری بود، اما در روی صحنه چه را تعریف کردن؟ پس ایالات متحده آمریکا، موفقیت های ایالات متحده آمریکا و خیانت های ایالات متحده آمریکا. من میخوام خیانت هایش اینجا چند تاش یادآوری بکنم. اول افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در حضور نیروهای خارجی در افغانستان افزایش پیدا کرد، در حالی بوته های گیاهی که از او تریاک تولید میشه، بوته های به عبارت خشخاش قابلیت فرار به پاکستان و قابلیت فرار به غارهای کوره نداشتند، اونها در زمین ها ساکن بودند، حتی سربازان آمریکایی متهم به قاچاق مواد مخدر شدند. پس ایالات متحده آمریکا یا راضی بود یا حمایت کننده غیر مستقیم افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بود. من عرض کردم بوتهای خشخاش نمیتونستن فرار بکنن، چرا ایالات متحده آمریکا در مقابل از اقدام نکرد؟ دوم، هم به دولت افغانستان پول میدادن، هم به دولت، ارتش و سازمان اطلاعات جاسوسی ارتش پاکستان ISI. شما دیدین میلیون ها و حتی میلیارد دلار سالیانه به دولت پاکستان کمک میکردن و میفهمیدن که کمک ها داره در جنگ افغانستان داره استفاده میشه. شما دیدین وقتی که تصمیم جدی برای پروسه صلح افغانستان گرفتن، اول 1 میلیارد دلار و 700 میلیون دلار کمک های خود به ارتش پاکستان و به ISI متوقف کردن. پس ایالات متحده آمریکا میفهمید که داره هر دو طرف میدان جنگ را داره تمویل میکنه. از طرف دیگه اونها در افغانستان به جای اینکه در بحث عدالت اقدام بکنن، جنگ سالارها و کسایی که مردم افغانستان دستشان دقیق، کسایی که باعث و جنگ ها و بدبختی ها در افغانستان بود، ایالات متحده آمریکا آمد تایید کرد، عنوان داد، هم ثروت را و هم قدرت در دستشان قرار داد و اونها را استخدام کرد در راست منافع خود، دوباره اونها را بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم کرد، در حالی که ما امید داشتیم در فرض مثال ایالات متحده آمریکا ممکن است تکنوکرات ها را بیاره بر ما حاکم بکنه. در ظاهر چند نفر به آوردن گفت، اما در حقیقت قدرت استفاد به دست امو قاتلین و به دست امو جنگسالارا دوباره دادن که دیروز مردم افغانستان رو به این سرنوشت و به این سرحد رسانده بودن. خب حالا زمانی که بیرون میشوند افغانستان دچار چی نو سرنوشت خواهد شد؟ کوتاه فقط همین دو سه مورد دیگر هم بگویم بسیار مهم است. به جای سرمایه گذاری در زیربناهای افغانستان رو به یک کشور وارداتی تبدیل کردن. شما صحبت های افراد مختلف از جمله اعضای کابینه و آقای کرزی شنیدین که اونها میگفتن که آمریکایی‌ها به ما میگفتن شما بند برق جور نکنین، برق از کشورهای همسایه بخرید. مورد بعدی، در نتیجه بمباران افراد ملکی را بیشتر کشتن، حتی اگر مخالفین مسلح دولت هم بمبار کردن، افراد رده پایینشان را بمبار کردن، سران گروه های مسلح را اینا هدف قرار ندارن به استثناء یک مورد، در حالی که توانمندیش داشتن که سران گروه ها را هدف قرار بدن و این گروه ها را از هم بپاشانن، اما دیدن که افراد ملکی و حتی افراد رده پایین گروه ها را هدف قرار دادن. در نتیجه عملکردهایشان شکاف بین اقوام در افغانستان به شدت افزایش پیدا کرد. اینها احزاب را به وسیله یکی دیگر زدن، در ریاست امنیت، در مثلا وزارت دفاع، در وزارت داخله اکثرا تلاش کردن به وسیله استفاده از افراد وابسته به یک حزب خاص، یک حزب دیگر را بزنن، یک گروه خاص، یک گروه دیگر را بزنن و مسائل مختلفی را ایجاد کردن که تا امروز شما حتی می‌بینید عمیق جنجال و عمیق مرض در سطح جامعه افغانستان وجود داره که هر اقدامی در مقابل هر کس صورت می‌گیره تلقی جامعه ای است که یک تلقی قومی است. حتی در بحث علیپور بگیرین تا قبل از او که بحث عملکردها در مقابل حزب اسلامی بود و در مقابل دیگر بود دیگه بود حرفا. مورد بعدی که اونها کاری که انجام دادن این است که حکومتی را در اینجا ساختن که مبنایش مبنای فساد است و دومین و سومین و اولین حکومت فاسد دنیا شد، در حالی که ایالات متحده آمریکا با ابزارها، با ثروت و قدرتی که در اختیار داشت میتونست مانع از شو، اما خودشان این کار کردن. مورد آخر که میخوام اشاره بکنم، مورد دیگه هم است، اونها با شعارهای عوام فریبانه خود هم سعی کردند در بخشهای دیگه مردم افغانستان نفاق ایجاد بکنند. همون طوری که آمدند در بن قدرت را به صورت قومی تقسیم کردند تا اقوام به خاطر تشکر آقای حمیدی، بعد آمدن در طبقات هم تعریفاتی انجام داد تحت عنوان حقوق زن. ما در افغانستان تامین بکنیم که مرد و زن و کودک و پیر و جوان همگی در امان باشن و حقوقشان تامین شود، آمدیم به صورت بخشی وارد شدیم و هر کدام از اینا استفاده کردیم. برمیگردم به سوال شما کوتاه،
من فکر میکنم حالا ما در یک بدبختی گیر افتادیم که اگر ایالات متحده آمریکا حضور داشته باشه، اینمی وضعیت فعلی همچنان دوام پیدا میکنه. تشکر آقای عزیزی، سلامت باشه. تضاد منافع گروه های مختلف ما ممکن است به جنگ داخلی در افغانستان باز دوباره گرفتار شد. تشکر، سلامت باشید. خانم انوری، قسمی که آقای عزیزی گفتن خیانت های بیشتری را امریکا در افغانستان انجام داده که من جمله حالا هم اگر حضورشان باشه چنین خیانت های دوام خواهد داشت. به نظر شما پس با این چنین خیانت هایی که در افغانستان داشتن چرا با چشم و دست بسته با حضورشان اینقدر خوشبین بودیم و حال هم نگران بیرون شدنشان از افغانستان هستیم؟ واقعاً اگر هم بگذم از بگیرین قسمه که آقای عزیزی گفتن، اونا با مقصد شخصی خود به افغانستان آمدند که به سبب این موضوع فکریشان بود که اسامه بن لادن القاعده را از بین ببرن و به سبب اسامه بن لادن روسی از بین بردن کشتن، اما به سبب نظریشان بود و بعض چیزهای دیگر که به سبب چونی یک دیپلماتی که روی جهان است که میخوان که به سبب سیستم چرخ خودن تا در یک نقطه بیان و نمیتونن که دایرکتلی به اون نقطه به سبب پیش برن، چون سیستم اجازهشان نمیتونن، باید یک بانه بکنن، باید یک چیز جور کنن و دهی که به سبب ملت ما تکتک شده، ملت ما به سبب اگرچه که به سبب بعضی چیزهای مثبت هم داشتن منفی زیاد داشتن، درست است. اما چون مردم افغانستان در زمانی که روس از افغانستان برآمده و دوباره جهادیان به افغانستان آمده و دیدن که چقدر بساب نخت به افغانستان آمده و جنگ‌های داخلی شده و چقدر کشتار شده، کنمون زمان ما خودم از افغانستان برآمدیم و چشم خود دیدم که خانم ما کشتار شده، مردم های ما در روی کرخ مرده افتاده بودن، همه چیز تجربه میشم. مردم افغانستان ترس و لرز عزیزه دارن که دوباره افغانستان به جنگ داخلی بساب پیش نشه و بساب بین گروه ها بساب چی نشه. اما ایران من یقین نیستم که امکانات ندارن که بساب جنگ داخلی شوند، چون این سیستم فرق کردن تا اون سیستم که ثابت بود، اون سیستم که بساب که در 92 بوده که وقت که نظام دیگه تبدیل شدن، نظام دکتر نجیب از بین رفتک، یک حالت بود که هر کس می قدرت بگیرن، هر گروه بسابه گلبودین از خود میخواست، مسعود از خود میخواست، هر کدامشان میخواستن قدرت طلبی کنن. اما فعلا حال چی؟ حال فکر نمیکنه که این گروه یا این احزاب باز هم در تلاش گرفتن قدرت باشن؟ البته با خروج نریها؟ درست است. اونا بسابه آیدیه رو مفکوره در پیشان است، اما امکانات پیشان کمتر است. امکاناتش استیل با اینترنشنال لیول بسابه ثبات دارن و مردم افغانستان فکر کنین وقت یک مذاکره دوحه بودن و بسابه خانم ها چه قاولشان برند شد که بتانستن تا به مذاکره دوحه یک نقش خاص داشته باشن و همچنان در مذاکره استانبول که میخواست شود، ما تقریبا دیاتر را شد خانم در اون بسابه سی خانم از دسترا بودن و سی خانم از خود افغانستان بودن. اینو رو فکر کنیم که حالا فعلا اون زمانی که 40 سال پیش یا 20 سال پیش بوده اون نیست، مردم به سیستم دیگر رقم میخوانم، مردم هایی که بسا به خارج افغانستان هستن بسا با وقت خود بلند میکنن اینترنشنال لیول بسا به فکرشان یا آیدیرشان اون دوران واره نیست، اما مردم افغانستان فقط تشویششان برزیست که پس دوباره سیستم 91 یا 92 پس نره. اما این امکان ضعیف من میبینم. در صورت محدود شدن حقوقشان یا آزادی بیان یا در دستاوردهای شهروندان چی کار رو میتوان باید کرد؟ دیگانه چیزی که بسابه ما خانم ها که بسابه حقوق خود بسابه بتانیم بسابه دست داشته باشیم یا بسابه آزادی بیان ما باشه اینترنشنال لیول باید ما بسابه بشور بیاریم و آواز خود بلند کنیم که اینترنشنال لیول آواز ما رو بشنوان. اگه ما بسابه اینترنشنال لیول انکوائری نکنیم، خصوصا خود ما چندین بار به پارلمان استرالیا اپوزیشن روان کردم و با آواز ما شنیده شده و دوباره پس به کنگرس روان شده. این سیستم است ما میتونیم که بسابه لیول اینترنشنال لیول بسابه مبارزه کنیم و بخاطر از اینکه مبارزه افغانستان مبارزه دامشتیک یا پویلین داخل افغانستان است، اینترنشنال لیول دهی بسابه دهی دخول است. خانم انوری، آیا نیاز
بیشتر با مذاکره بیشتر ولا بیگری بیشتر در نشست استانبول دیده نمیشه؟ یعنی نیاز نیست که مذاکرات بیشتر یا لابی بیشتر در نشست استانبول در یرسه صورت بگیره؟ برای خانم ها قسمی که پیشتر گفتم تا شکن ما یک خانم داشتیم که خانم بسا بزرگ داشت اصلا سمبولیک بود حتی بسا به اجازه نزدی نداشت که سخن بزنه یک بزنه فقط سمبولیک رفت و سمبولیک پس آمد یک خانم برای نماینده کل افغانستان ما فعلا بر استانبول که خودم دعوت شده بودم و خودم پارد سخنگویم بودم که ما 30 خانم از دیسپرا داشتیم از اینترنشنال لیول داشتیم و 30 خانم از خود افغانستان. این حال ما اگر فکر کنیم 60 خانم از یک پروگرام داشته باشیم یا به سایت کانفرانس داشته باشیم از مورد نفع است که ما بتانیم که از خود دفاع کنیم شم. تشکر خانم انوری، سلامت باشین. آقای مردانیار، اگر در صورتی که بدتر شدن وضعیت فکر نمیکنه که برنامه خروج تجدید نظر باید شود؟ من فکر میکنم که رئیس جمهور امریکا رئیس جمهور سومالیا و سودان و تانزانیا نیست، یک رئیس جمهور یک کشور ابرقدرت دنیا هست. وقتی که از طریق رسانه اعلان میکنه که من در 11 سپتامبر امسال قوتهای خود از افغانستان خارج میکنم، بیشتر هم خدمت شما عرض کردم که استخباراتش باقی میماند در افغانستان. و در اینجا بیشک که کشورهای زیدخل با مغرض در اینجا علاقات خود داخل افغانستان داره، هم ایران، هم پاکستان، هم عربستان سعودی، هم روسیه و همی کشورهایی که در چهار اطراف ما هستن، اینا افراد خود و علاقات خود در اینجا دارن. و من فکر میکنم که اگر خدای نخواسته، اولا که از خداوند میخواییم که یک جنگ داخلی دیگه در نگیره، اولاد از وطن کشته نشه، اگر گیریم همچه اگه اتفاق بفته، من فکر نمیکنم که هیچ کس دیگه در امور افغانستان دخالت بکنه، هیچ کسی دیگه. بخاطر از اینکه امرا یکی از کارمندای ملل متحد که در این قضیه اجلاس استانبول اونام شریک هستن، یک صحبت بسیار کوتاه داشت، گفت ما به این فیصله رسیدیم که مردم افغانستان اهل دیالوگ و گفتگو نیستن. مردم افغانستان در مجموع همه گیره گفت، با وسطی که توین آمیز بود، گفت اهل گفتگو و مذاکره نیستن. ناگزیر هستیم ما یک قطعنامه را در اینجا صادر بکنیم که در پای از این قطعنامه تمام گروه های زیدخل، تمام کسایی که در قضاهای جنگ های داخلی، غیر داخلی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی دخیل هستن و در اینجا من شرکت میکنن، باید در پای از این قطعنامه باید امضا بکنن. هر تخطی که از جانب از اینا صورت میگیره، هر فردی باید همراه از او باید ماسو بس کرد بگیرم. اگر اینمی فیصله را با اینمی ماده که اینا گفتن، با این ماده که اینا بیان داشتن، اگر اینمی را تطبیق بکنن، تحقق بیافه، من مطمئن هستم که جنگ داخلی هم صورت نمیگیره و هیچ هرج و مرج هم صورت نمیگیره و امو حکومت موقتی که دو نیم سال الا سه سال است دوام پیدا میکنه و گام بعدی آمادگی به خاطر انتخابات سراسری صورت بگیره. اما آقای مردانیار، بیشتر سناتوران امریکایی خودشان نگران این هستند که گویا با بیرون شدنشان وضعیت از 11 سپتامبر هم بدتر خواهد شد. یعنی فکر میکنه که تهدید القاعده و داعش؟ ببینین، اینا هیچ کدام وجه مشترک با ما نداره. امریکا هیچ کشوری بیگانی با ما کدام وجه مشترک نداره که ما بگویم دلشان به حال ما میسوزه، هر کس برای مطلب خود دلبری کنه. این سناتورا در ظاهر بیان میکنن چطور، ولی در باطن اصل هدفشان نیست که ما 40 سال کوشیدیم، چقدر دلار مصرف کردیم، چقدر گروه های مجاهدین تجهیز کردیم هم از طریق پاکستان هم از طریق دیگه کشورها، بالاخره ما تانستیم که خدا با دیوارهای کشورهای مشترک المنافع برسانیم، ولی چرا به اینقدر سادگی ما میبریم؟ اصلا نگرانی از اونا از این بابت است، نه از این بابت است که ما در بین ما 42 سال است که جنگ داریم. یعنی القاعده و داعش دیگر تهدید بر خود امریکا و متحدانش نخواهد بود؟ آره، به این ما شما ببینیم، همین داعشی که در افغانستان آمد، همین داعشی که در اینجا حضور پیدا کرد، همین چچنیایی که در اینجا یک هفته پیش از این که در افغانستان حضور پیدا کردن، یک هفته قبلش مصاحبهشان از سوریه پیدا شد، اینا از کجا آمدن؟ اینا ملائک آورد، اینا از حضرت جبرائیل آورد، اینا را کی آورد؟ خود از جدم قضایا دخیل هستن، خود از قضا را میفهمن، آیا آدرس های از اینا را نمیفهمن؟ سیستم جی پی اس در پیش از این، سیستم ساتلیت در پیش از این هست؟ اینا فقط کوشش میکنن گروه هایی که به خاطر از اینا و به خاطر هدف از اینا کار میکنن
و تا بتونن کشورهای مشترک المنافع را ضربه بزنن، چین را ضربه بزنن، ایران را ضربه بزنن، اینا اصلا نگرانی از رشد القاعده ندارن. همین گروه القاعده رو شما دیدین، همین داعش شما دیدین که از سوریه همین خود قطارهای آمریکایی و تیارهای آپاچی اسکورت میکرد یک جای همین یار انتقال داد. یا نمیفهمن که در کجا هست؟ یعنی در دراز مدت دامنگیری خودشان نخواهد شد؟ اینا من فکر نمی کنم که داعش این قدرت رو داشته باشه که دامنگیری آمریکا شد، چون نه پاور مالی دارن اینا، نه از لحاظ تجهیزات کدام فابریکه سلاح‌سازی دارن، نه کدام قوای هوایی منظم دارن، نه کدام دفاتر منظم دارن. فقط از طرف اینمی کشورها تجهیز میشه و شما از طریق اخبار میبینیم کدام کشورها در پیش تجهیز قضایی استاد است، کیها بر از اینا کم جور کرده، کیها بر از اینا جایی به خاطر ترنینگ جور کرده، چطور اینا انتقال میشن، چطور من آدرس ها را در افغانستان در درها پیدا میکنن، چطور میتونن در اونجا مسکن گزین شون. یک آدمی بیگانه، من یکی پاسپورت دارم، ویزا دارم، آمدیم در ترکیه، وقتی که پلیس هم میبینیم پایم میلرزه، یک ترکی رو میبینیم به طرف سعی میکنه پایم میلرزه، چون من آدمی بیگانه هستم در اینجا آمدیم. ولی اونا ها صاحب خانه کرده زیاد مطمئنتر میان در قرا و قصوات ما در اونجا من حضور پیدا میکنن. ولی اونجا یک پشتوانه قوی کار داره که اینا در اونجا رفتن، به اساس یک پشتوانه در اونجا رفتن. یعنی یعنی این ضعف زعامت ما نبود که صلاحیت به صاحب خانه کرده به مهمان زیاد داده بودن؟ والا ما کشور هستیم خودکفا نیستیم. متاسفانه معادنی که ما داریم، زیرزمینی هایی که ما داریم، ثروتی که ما داریم، ما نتانستیم که استخراج درست ازی بکنیم، به جز ازی که 4 تا قومندان، 4 تا دوست، 4 تا ویلگرد از او استفاده میکنه. اگر ما خود ما استفاده میکردیم، قوای خود تجهیز میکردیم، امنیت اراضی خود میگرفتیم، سرحدات خود بسته میکردیم، کادرهای ورزیده را در رأس قدرت قرار میدادیم، مسائل قومی و نژادی و زبانی و تنظیمی را پس میکردیم، نه میمان صلاحیت داشت و نه میزبان صلاحیت داشت که در امور ما مداخله بکنه. بدبختی از دست خود ماست خواهر عزیز. این ما خود ماستیم که دست خود بسته کردیم، در تخته پشت ما خود برای دشمن تسلیم کردیم. من بیشتر گفتم که هیچ وجه مشترکی با ما نداره کشورهای بیگانه. همین کشورهایی که میگن ما مسلمان هستیم، در پیشوند پسوندشان اسلامی، جمهوری اسلامی ایران امروز هر روز تجهیز میکنن، طالبا را سلاح دوربین دار برش میتن، سلاح دوربین شاوبین برش میتن، ماینای چسبکی کیات میتن، خام میتن، این ماینای چسبکی در فلسطین اسرائیل از استفاده نشد، امیر ایران برش میتن، امیر پاکستان امیر شورای کویت در رهبری طالبا در کجا قرار داره؟ امیر شورای در کویت در پیش پاکستان، امیر مسلمان ها همسایه ما هستند، وجه مشترک، دین مشترک، حتی تقریبا زبان مشترک داریم، بداد ما نمیرسن، از ما حمایت نمیکنن، برخلاف ما عمل میکنن به خاطر اهداف خودشان. خب حال آقای مردانی خیلی کوتاه، خیلی کوتاه گفتن سال که نیکوس از بهارش پیداست، آینده افغانستان چگونه پیش بین است؟ ما آینده افغانستان تا که مردم خودشان یک انسجام قوی را پیش رو نداشته باشن، به خاطر از اون انسجام مبارزه نکنن، امپذیری نکنن، هم اقوام هم دیگر خدا نپذیره. امی چند تا رهبر با مذرت که من لغت در اینجا استعمال میکنم، رهبرای لاشخوری که از قوت فیزیکی ما و شما استفاده میکنن، خود اولاد خود، خانواده خود هم به پول رساندن، هم به جایداد رساندن، هم به موقف رسیدن. تشکر، سلامت باشین. تشکر حمید عزیزی، خانم ریتا انوری و جنرال ناصر مردانیان، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین جهان سپاس. قدرمون لیدون کسولینش بخبرمان هم بر همدیزه پیتا برزن ملتیامو منانا.